همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا همراه ماست. برای اینکه بیشتر به ما بگه علیرضا از جزئیات این خبر، به مدت 20 ماه یک پناهجوی ایرانی مجبور بوده برای یک پزشک ایرانی کار کنه. بله ریحانه، امروز سه شنبه 30 ژانویه برابر با 10 بهمن ماه رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یک پزشک ایرانی با نام دکتر سید علی فرشی یا سید فرشی به اتهام اخراج یک پناهجو در قبال کار نکردن با زمان طولانی و دستمزد ناچیز در شیرینی فروشی به نام کندو در منطقه باکسیل در شهر ملبورن، که البته آنطور که دادگاه اعلام کرده دیگر آقای فرشی این کسب و کار رو فروخته و ارتباطی با اون نداره، رو به 3.5 سال زندان و پرداخت غرامت نزدیک به 43,000 دلار به این قربانی محکوم کرده. این پرونده از سال 2019 میلادی در جریان بوده. آنطور که رسانه‌های استرالیایی گزارش دادن، دکتر فرشی بعد از نزدیک به یک هفته آموزش بدون دستمزد به این فرد پناهجو که از ایران گریخته بوده در سال 2015 میلادی به ملبورن آمده بوده پیشنهاد کار میده، اما در ازای گذراندن دوره آموزشی 3 ماهه بدون دستمزد، آنطور که این فرد به دادگاه اعلام کرده، او بین سالهای 2015 تا 2017 نزدیک به 20 ماه شیفت های 14 ساعته ای رو کار میکرده در ازای دریافت 10 دلار در ساعت. حداقل دستمزد ملی در استرالیا در حال حاضر 23 دلار و 23 سنت هستش. آنطور که رسانه‌های استرالیایی گزارش دادن، آقای فرشچی بر اساس ادعای خودش که ارتباط داشته با اداره مهاجرت استرالیا، به این فرد قول داده بوده که کار ویزای او رو درست خواهد کرد و حتی به او اطمینان داده بوده که به او کمک خواهد کرد تا خانه بخره. آنطور که رسانه‌ها گزارش دادن، دکتر فرشچی به قربانی این پرونده تهدیدش کرده بوده که به دلیل کار بدون پرداخت مالیات به اداره سنترلینک استرالیا، جایی که خدمات مالی و خدمات دیگر رو به نیازمندان ارائه میکنه، رو گزارش خواهد داد و از ارتباط خودش برای اخراج او استفاده خواهد کرد. بنابر اعلام رسانه‌ها و به نقل از دادگاه، دکتر فرشی به این فرد گفته بوده و او رو تهدید کرده بوده که وقتی به او رو به ایران برگردونن، اون وقت به ایران خواهد گفت که او یک نوکیش مسیحی است و او رو خواهند کش. همسر او خانم نغمه مصطفی در این پرونده تبرئه شده و دادگاه هم اعلام کرده که این رفتار توهین‌آمیز دکتر فرشی بدون ابهام بوده، بدون طولانی انجام شده و بعد از گذراندن 18 ماه دوران محکومیت خودش میتونه درخواست تجدید نظر بده. متشکرم از توضیحاتت همکارم علیرضا محبی استرالیا.